با نام خدا و با عرض سلام حضور بینندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم که در هر جا و هر نقطه‌ای که هستید لحظات بسیار خوب و مفیدی رو بگذرونید. همونطوری که میدونید ما در ایام دهه فجر و دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. از این نظر برون شدیم تا بخشی دیگر از مصاحبه با ارتشبد سابق حسین فردوس رو از سما نظر گرامیتون بگذرونیم. همونطوری که میدونید اشرف در دربار پهلوی و رژیم گذشته دارای نفوذ و قدرت بسیاری بود، چه در جنبه‌های داخلی و چه در جنبه‌های خارجی. از این نظر ما در این بخش از مصاحبه بیشتر به این خصوصیات خواهیم پرداخت. خب آقای فردوس، شما در مورد خصوصیات اخلاقی و ابعاد مختلف زندگی اشرف توضیح بفرمایید. اشرف از این نقطه نظر اهمیت داره که در خانواده، نه در زمان رضا خان ولی در زمان محمد رضا، رول اساسی داشت از جهت سیاست خارجی و سیاست درون کشور رو اساسی داشت و یا اختیارات داشت اصلا، یا اینکه محمد رضا در مقابلش نمیتونه سرزندان بکنه. و بیشتر عرض بکنم که مکمل احساس میکرد که این خواهر مکمل خودشه، همونقدری که این ترسو بود، محمد رضا ترسو بود خیلی، همینقدر اون شجاع بود، یعنی اشرف. از ولی از نظر مسائل از چند جنبه به عرض مبارکتون میرسونم. یکی جنبه سیاسی. جنبه سیاسی هرگاه به مشکلات مهم و اساسی محمد رضا مواجه میشد، میدیم که حلال این مشکلات یا یکی از مؤثرترین اشرف بوده است. در دوران مصدق، دکتر مصدق و اینکه ایران رو، یعنی فرار کرد از ایران، محمد رضا فرار کرد، قبل از اون این سه بار با وجود اینکه تبعید، مصدق تبعید کرد، چند نفر تبعید کرد به خارج از خانواده محمد رضا، یکی مادر محمد رضا رو تبعید کرد و یکی شمس خواهر تنیش و یکم اشرف. منظور اون دوتا که نبودن، اون دوتا شمس که اهل این صحبت ها نبود و متوجه هم نبود. مادرش البته یه مرکز بدگویی بر الهی مصدق بود، بله مرکزی شده بود، خودش متوجه، اونم متوجه نبود، ولی مرکزی بود. اما اشرف نه، دخالت هایی میکرد در امور سیاسی و تضعیف میکرد، تلاش میکرد تضعیف کنه. پس این که اصلا این سه نفر تبعید کرد و به پاریس، هر سه به پاریس رفتند آمدند و در همون زمان هم بنده اون دوره دکترا رو میدیدم، بسیاری از مطالب اونجا با خود اشرف تعریف میکرد برام، که روزای تعطیل که روزای شنبه بود میرفتم دیدنشون. این سه مرتبه در حالت تبعید، یعنی تبعید به صورت رسمی بود؟ نه به اون فرم نه، از کن به فرم این که معارضه گفته بود که این سه نفر محرکند و کم و بیش و باید از ایران بروند، او هم قبول کرده بود، امرزا قبول کرد. همین مسئله
بین خود مصدق و ممرضا حل شد. او خواست، دکتر مصدق از ممرضا خواست که این سه نفر در ایران نباشند، او هم ممرضا هم قبول کرد، همین، در همین حد. چند وقت؟ تا کی؟ 28 مرداد. ولی این اشرف در همین وضعیت، همون فردی که نمیبایست و برای خاطر همین این اون دو نفر را هم روانه کرده بود، مصدق گفت بود اینا هم بروند، این سه بار آمد به ایران. خب در فرودگاه میفهمیدند، گزارش میدادند به مصدق که این آمده و اونجا جار جنجال را مینداخت که اومدم برادرم ببینم و این چه وضعیتی است و فلان. به هر حال اینجا ما نمیفهمیدیم که این وقتی میاد اونجا تعریف میکرد، گفتم خب اگه مصدق نمیخواست که از همونجا برد میگردوند. خب پس اینجا یه موافقت، نمیگم موافقت، یعنی گذشت ضمنی از طرف دکتر مصدق بود، چون توانست هر سه دفعه بیاد و 20 روز، حدود 20 روز در تهران موند و هر بار هم اون طراحی جمعیت ها رو خودش درست میکرد. اون عرض کنم که اون مسئله خسروانی و ورزشکاران، این خودش میاد اونجا تعریف میکرد، در من که رفتم این کار کردم اونه دیدم. چه کسی رو دیدید؟ خسروانی ره که مثلا این عده هایی که میخواست 25 مرداد و 28 مرداد به حساب بریز خیابون، این قبلا درست کرده بود، برای منم تعریف کرده بود که این ادها حاضرند. حالا طراحیش اخوی، سرلشکر اخوی، حسن اخوی کرده، اون طرح کار به حساب اون کودتا رو نوشته، اما جمعیت ها رو این درست میکرد. خودش به شخص من میگفت که رفتم اونه دیدم، باش قرار گذاشتم، چقدر تعداد میتونی بیاری فلان اینها در خیابان اون روزی که من دستور بدهم. و یکی هم برادران رشیدیان که در اصناف اینها خیلی نفوذ داشتند و همونطوری که قبلا هم حضور براتون عرض کردم، اینها از وابستگان بسیار نزدیک سفارت انگلیس بودند و پدرشون هم بوده، به هر سه پسر هم از وابستگان بسیار نزدیک سفارت انگلیس بودند. خب یه چیزهایی به خصوص اون اسدالله رشیدیان که برادر کوچک بود، یه ترتیباتی زندگیش داده بود که هر در خونش باز بود و می آمدن و پیانه از نظر بازاریار رو جمع میکرد، از کنم همش دنبال بازاری و اصناف بود، جای دیگری فعالیتی نمیکرد. اون رو گفت، اون رو دیدم، سه برادر رو دیدم، باهاشون چیز کردم، صحبت کردم، اسدالله گفت این تعداد رو من میتونم بیارم به خیابون هر وقت دستور بدهید. مثلا چه تعداد؟ یادتون نیست؟ اون به هر حال ممکنه بیش گفت تو مثلا فرض کنیم 30-40 هزار نفر مثلا بیارن تو خیابون، که عملا اینطور نشد، خیلی تعداد در رده پایین تر بود که حد اکثرش مثلا به 5 هزار ممکنه تخمین زد، ولی بیشتر رقم 2-3 هزار صحیح تر بوده است در روز عمل. اما اینها خب ادعاشون میشد که ما میتونیم جمعیتی بیاریم. بعد این که مسئله این بود که آیا دکتر مصدق میدونسته که این زن در ایران چه ملاقات هایی داره؟ البته با رئیس شهربانی مانند افشارتوز که میتونسته
زنی که بلد نیست که چجور تعقیب میشه، تلفنش رو کنترل بکنه، خودش تعقیب بکنه، ملاقاتش بفهمه، مسلمه میفهمیده و هیچی عکس العملی از طرف دکتر مصدق دیده نمیشد. باز به سلام و صلوات میرفت، بعد از مدتی میامد. این مشخص بود که این به هیچ وجه من الوجوه از طرف خودش این حرکت رو نمی کنه. سیاستی دنبال اون بود که بهش دیکته می کرد، بهش دستور می داد که برو با این ملاقات کن، با این ملاقات کن، این ترتیب بده، این کار رو بکن. که این سیاست که از اولش این با انگلیس ها بوده، به هیچ وجه با امریکا، با امریکایی تماسی نداشته، حالا تماس هم داشته باشه به فرم سیاسی نبوده، با انگلیس ها بوده، حالا انگلیس رابط بوده با امریکا هم، یا خودش رأسن یا اون دیگه بنده نمیدونم. این یکی از کارهاش بود و این دینی پیدا کرد محمد رضا نسبت به اشرف که یعنی مطمئن شد، نه فقط متوجه شد، مطمئن شد که این خواهر در خارج در این دوران دو سال خاتمه، یعنی پس از تبعید، این فعالیتش شدید بوده با خارجی و در اینجا می آمده با شهامت کامل اون نقشه ها رو پیاده می کرده. این یکی از چیزهاش. و یکی دیگه این بود که یکی از کارهای اشرف این بود که باز همون شاخه سیاسی، تمام رجال سیاسی که از کار موقتاً برکنار می شدند، از مقامات خیلی بالا، یعنی نخست وزیری برکنار می شد، وزیر درباری برکنار می شد، یک امیر ارتش مؤثر موقتاً، حالا یا موقتاً یا همیشه برکنار می شد، اینها رو جمع میکرد دور خودش. یعنی هر فردی که به وسیله محمد رضا به دلیلی رد میشد، این دور خودش جمع میکرد اینها رو. حالا این دیگه بنده نمیدونم به دستور بوده یا با اجازه بوده، ولی اجازه و احتیاج نداشت. یعنی این حضورتون سریعا عرض میکنم کاری که میکرد محمد رضا نمیتونست پیش بگه که چرا این شخصی که من رد کردم چرا پذیرفتی، نمیگفت. اون هم نه اینکه مثلا تو وامی داشته باشی بهش بگه، اما از نظر اینکه میگفت خب پیش خودش لابد فکر میکردی خب ممکنه این مهره یه روزی به درد بخوره، حالا اینجا میاد پلو این گاهی هفته یه دفعه ارتباط دارد با ما. و ولی تمام این افراد که پلو می آمدند، یعنی همشه بگم که شاید صحیح نباشه تمامشون، اما 90% انگلیسی بودند، افراد انگلیسی بودند و خیلی شدید وابسته. پس اینها، این هم باید حساب کرد که به دستور انگلیس افراد لیست میداده به این اشرف که اینها رو دلگرم نگه دار، اینها مهرای هستند. و بعدم هم همه این مهرها به درد خوردند، بعد همشون کار بهشون داده شد، کارهای بهتر بهشون داده شد، معاون وزارتخانه شد، به سفارت رسید، در صورتی که مغضوب بوده، بیکار شده بوده به وسیله خوده. و به طور کلی در
کلیه امور افرادی هم که شاغل بودند اینها رو میپذیرفت، باشون صحبت میکرد، دستورات میداد بهشون. خب بعضی ها اکثرا خب اجازه میخواستن، یعنی که شاغل بودند که اشرف ما رو خواسته چنین دستوری داده، اکثرا موافقت میکرده محمد رضا که انجام بدهید، بی ایراد است، بی اشکال است. پس به اشخاصی که در رأس کارها هم بودند جمعشون میکرد، یعنی اونجا من کاخ او اگر لیست روزانش نگاه میکردیم این اقلن 7 تا 8 تا از رجال درجه 1 خونه این بودند، جدا جدا اینا رو میپذیرفته، باشون صحبت میکرد. آقای فردوس، ضمن تشکر، حالا اگر ممکنه در رابطه با خصوصیات اخلاقی اشرف بیشتر توضیح بفرمایید. اخلاقیش اینجا تمامش افراطه. ملزم یعنی اشرف یک فردی است در تمام کارهاش جنبه سیاسی، مالی و روابط نامشروع تمام افراد هست در حد اکثر متصور. من دست نمیتونم چجوری به عرضتون برسونم. میگیم سراغ مثلا روابط نامشروع، این اولا با من دونه دونه اسماشون نمیارم برای اینکه ممکنه وقت مبارکتون گرفته بشه. مفصل تر بفرمایید. بله، عرض کنیم که خب اول که با علی قوام ازدواج کرد به دستور، اون دستور رضاخان بود، گفت این شوهرت. خب ریختی هم نداشت و حالا به هر حال شوهرش بود دیگه، شوهرش شده بود دیگه. جمع و با هم هر دور با هم آورد، پسر یعنی آرتش بود جمع موقع ستوان بود و همین علی قوام که شخصی بود که بعد فرستادش دانشگاه افسری و اونم افسر شد، ولی علاقه ای نداشت به این کار. این دوتا رو آورد که خواهر بزرگ اول انتخاب بکنه بین شمس و اشرف، گفت خواهر بزرگ اول باید انتخاب کنه، اون یکم حال خواهر کوچیکه است. خب چون از کنم که جمع خب خوشیختر بود، خب شمس او رو انتخاب کرد، این بیریخته رسید به اشرف. حالا میگذاریم، این از اون یه پسر پیدا کرد به نام شهرام، هست لابد هست در خارج این ها که منشأ فسادی بود در ایران، شد دیگه بزرگ که شد. بعد از او که جدا شد مدتی رفت معشوقه پسر تیمورتاش شد، پسر دومش به نام هوشنگ تیمورتاش، خیلی جوان خوشتیپی بود، یکی دو سال معشوقه او بود و بعد اصرار کرد به برادرش که من با این ازدواج بکنم. معزو گفت پدرش چون خیانت کرده است، پسر همون وزیر دربار تیمورتاش، چون پدرش به پدر من خیانت کرده است، ازدواج با این خانواده ممنوع است. اون هم صرف نظر کرد، مسافرتی کرد به برای دیدن پدرش به یوهانسبورگ. در مراجعت عاشق یه فردی شد به نام احمد شفیق، در ظرف 2-3 شب عشق بالا گرفت و آمد به ایران و برادرش گفت من خیلی علاقمند این هستم، گفت ببینمش کی هست چی هست، بیاد اینا دعوتش کن.
اومد و پسندید، اومد و پسندیدش. مصری بود دیگه، احمد شفیق مصری. بعد از او دو تا بچه پیدا کرد، یکیش شفیق از کوچیکشه نمیدونم، پسر که ترور شد، افسر نیروی دریایی بود، به درجه سرنگ دومی رسیده بود، ترور شد در پاریس. و یکم آزاده شفیق که هست، که شلوغ است، میگویند که دختر شلوغی است. بعد از این که این دوتا بچه پیدا شد، این شوهرها بدبختشون این بود که این به محض اینکه ازدواج میکرد یکی دو سال میگذشت، اصلا ریختشون هم، اصلا شکلشون هم نمیخواست ببینه، حضورشون هم در خانه نمیتونست احساس بکنه. خب شفیق جدا، شفیق هم جدا شد، علی قوام اول جدا شد، بعد شفیق جدا شد. بعد در همون موقع یه مسافرتی میکنه به پاریس، عاشق یک پسری میشه به نام مهدی بوشهری. خانواده این بوشهری های خود بوشهر هستن، خانواده بزرگی هستن، بوشهری به هر حال مهدی بوشهری که الا و الا ما به حساب باز و برادرش گفت که به این ازدواج ازدواج میپنه. این دیگه فهمید که بعد از یه سال گفت که نه دیگه تعاملت ندارم و نمیتونم و یا اینجاها نباش. و این زرنگی کرد، ممکن آرام شوهرش باشه، برای اینکه این دیگه آزادی عمل بهش داد، یعنی هر کاری دارید میخواد بکن، لابد دیگه من اطلاعی از ولی تا قبل از پیروزی انقلاب که شوهرش بود. این میرفت دائما پاریس، اونجا یک کار برخوش درست کرده بود تو پاریس، تو ایرانر به حساب همون هواپیمایی ملی و چلوک هوابی و نمیدونم عکس و پلان از این تو چیزا سرش گرم کرده و تو این کارا، و پولای زیادی هم میگرفت و از محمد رضا میگرفت، اونجا هزینه میکرد. بعد هم مثلا در ماه دو روز سه روز می آمد. این دو روز سه روز هم باید بره طبقه بالا اونجا که اشرف نبینتش، یه حالش به هم می خورده. تو این دوران یه تعدادی بودند، یه جهانشاهی بود، وزیر بازرگانی شد، نمیدونم در کابینه منصور بود، ولی وزیر بازرگانی شد. این مدتی هم طول نکشید از کار برکنار شد، جانش این مدتی اون رئیس دفترش کرد، بعد رفت معشوقش شد. حالا در زمانی که مهدی بوشهری داره دیگه، مهدی بوشهری کار به این کارها دیگه نداشت، میرفت این مدتی رفیق معشوقه اون تقی امامی شد، این مسافرتی به مصر کرد، معشوقه ملک فاروق شد در زمانی که ملک بود. خب الان اینا درشتاشن بود به حساب برز کنم که ملک فاروق. اما دیگه بعد یه جریانی پیدا شد که ما یه نفر دیگرم فهمیدیم.